رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من اول یه پیشنهاد از خودم میدم. من فرزند اول هستم، یه برادر کوچیکتر دارم و من وقتی که بچه بودم تقریبا از 7 سالگی مادر پدرم شاغل بودن و من از داداش کوچیکترم که 5 سال از خودم کوچیکتر نگهداری تو خونه تنها بودیم تقریبا 2 ساعت ولی که مادرم هم نبود. بعد از اون موقع من استراب داشتم، هر موقع مادرم از خونه میرفت بیرون من فکر میکردم که این الان میرن میمیرن و منو پیش دکتر بردن. به من دکتر قرص داد ولی چون بچه بودم یادم نمیاد چه قرصی بود، ولی این از اون زمان استراب با من مونده. همیشه وقتی از من دور میشن من استراب دارم که اینا بمیرن همش. حالا که ازدواج کردم نمون شوهرم هم همین حس رو دارم. نه ببینید عزیز، نه، اولا بزرگترین اشتباه پدر و مادر اینه که بچه ها رو مسئول بچه های دیگه کنن. وقتی که شما مسئول بچه ها هستید به دلیل به هر حال کودکی، نادانی، ناتوانی که مرتبط به اون هست سخت نگران میشید و به همین جهت است که هم به خودتون آسیب میزنید هم به بچه. نتیجهش این خواهد بود که اولاً یه فردی مانند شما مشکل برای ازدواج داره، مشکل برای بچه دار شدن داره. اما نگرانی از اینکه پدر مادر من برن بمیرن، اینا رو بعداً بهش اضافه که اینا مال بعد از 8 سالگی به بعد. اگر بعد از اون سن بوده بعده میشه گفت که اینم با اون مخلوط شده و بنابراین شما گرفتار یکی از میشه گفت بدترین نوع استراب هستید که بهش میگن نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبی. و این استراب عصبی برمیگرده به یه زمینه ای که شما مهر و کین رو با هم دارید. ولی فرض بفرمایید همسرتون دیر آمدن، حالا دیر آمدن، چرا باید به مرگ ایشون فکر کنید؟ علتش این است که در کودکی اون کسی که برای شما مهم بوده یا عزیز بوده یا قرار بوده دوستش داشت باشید و دوستش دارید، چه پدر مادر چه برادرتون، شما رو به پای مرحله ای میرسوندن که از اختیار و کنترل خارج میشدید و بنابراین این استراب درسته. این استراب شما استراب نوراتیک و عصبی ناشی از اشتباه و کار بسیار بد و غلط پدر و مادری که آسیبی ویرانگر به بچه میزنند و بنابراین این رو دارید. ولی باید بدونید که ریشهش در این نیست که شما نگران مرگ فرض کنید پدر مادر یا همسرت هستید. ریشهش در این است که شما در ذهنتون یک حالت شرطی شدنی پیدا شده که کسی که دوستش دارید، هر کس باشه، حتی اگر دوستتون باشه یا بعدم فرزندتون باشه، وقتی کار بدی میکنه و شما رو ناراحت ولی بیشتر نگران میکنه، شما فکرهای بد در موردش میکنید. بنابراین این استرام رو میشناسیم، نوع مرموز و بدشه، باید روش کار کرد و بعدم واقع بینانه باید باش برخورد کرد که ماجرای یک مرگ یا زندگی همسر من یا هر کسی دیگه بر اساس یه قاعده احتمالاته و در چارچوبی قرار نمیگیره که اصلا الان من نگران مرگ همسرم باشم. باید اینو آشکار و بلند به خودتون بگید. دوم، بر فرض مهار که این اتفاق بیفته، مثل همه کسانی که با چنین فاجعه های روبرو میشن، بالاخره من هم به گونه ای کنار خواهم اومد، اینکه خودتون رو رها کنید و بذارید این احساس بر شما غلبه کنه و بعد به دلیل سابقه و تجربه کودکیتون به اون یه مقدار شاخ و برگ دیگه ای هم بدید که بعد من چجوری میشم، وای ببین که اون فرض کنید زنی که شوهرش مرد چه بدبختی هایی کشید، اسم یه آدم به یادتون میاد، یا اون که 2 تا بچه داشت چی شد، پس من اگه یه موقع شوهرم بمیره وقتی بچه دارم که دیگه بدبخت شدم. در نتیجه شما یه حالت تحریکی دارین، درست روی یه آتش همینجوری بنزین و هیزم شما میریزید و این رو افزایش میدید. کمک روانشناسی رو میخواهید که کمکتون کنه که جلو این افکار رو، جلو این خیالات رو محکم ببندید و آشکار و بلند، حتی وقتی کسی دور برتون نیست به خودتون میگید ساکت، حرف مفت بی خودی نزن، این حرفا غلطه، این حرفا درست نیست، واقعیت نداره. ممکنه 100 دفعه 200 دفعه 300 دفعه که این حرف رو به خودتون میزنید همچنان در ذهنتون فکر کنید حالا شاید هم شد، ولی به تدریج این باور در شما میشینه و این گفتگویی که با خودتون دارید یا این گفتگویی که با کسان دیگه دارید یا با روانشناستون دارید به تدریج تو وجود شما مثل یه آبی که پایین میره تو زمین میشینه و اونجا رو هم مرطوب میکنه. بنابراین احتیاج به یه مقدار توجه به این مسئله دارید و کمک گرفتن. حالا اگر این حال خیلی سنگین و شدیده،
میتونید به یه روانپزشک مراجعه کنید، یا آرام بخش هم بگیرید برای مدت مثلا 6 ماه 1 سال. آرام بخشی که نه اون گونه تاثیر جنبی و جانبی داره، نه خطری داره، نه ضرری داره و نه اعتیادی میاره. بنابراین 6 ماهی اون رو استفاده کنید، البته با نظر دکترتون، رو به تدریج اون رو کم کنید و خودتون رو از این وضعیت در بیارید. چون استرابی که شما دارید، مثلا استراب نوراتی، هر چیز تو زندگیتون خوبه رو خراب میکنه، حتی وقتی خیلی خوبه بدتر خراب میکنه، و هرچی هم که بده بدتر. بنابراین درست مثل یه دست و پای شکسته ای است که باید درستش کرد، و الا راه رفتن باش بسیار مشکل خواهد. قبلا استیپالوپرام مصرف میکنم، دکتر برام نوشته بود بهتر میشدم، ولی به محض اینکه قطع میشه و دیگه مصرف نمیکنم اونو، دوباره این حالتام به صورت شدید برمیگرده. بنابراین باید مصرف کنید. نه ببینید عزیز، حالا میرسم به قسمت. نه شما نمیتونید دارو رو قطع کنید. درست پس که من میگم من از نفس کشیدن خسته شدم یا از غذا خوردم. برای که یه چیزایی هست که برخ از وقت عدم تعادل شیمیایی بایدن باید ببینید عزیز، همه گونه باید بهش حمله بشه. یعنی شما با داروتون رو بخورید، با خودتون بلند بلند وقتی کسی نیست حرف بزنید، خودتون رو به چالش بکشید، از دیگران بخواید که بشینه تا روبروتون، همسرتون به شما بگه این فکرها غلطه، این فکرها باطله، اینا مغز بیمارگونه تو در اینا رو درست میکنه، واقعیت نداره، من مثل همه آدما میرم بیرون، رعایت یه اصولی میکنم، سالم میرم، سالم برمیگردم. بنابراین وقتی این حرفا زده بشه به تدریج در شما میشینه، ولی فقط به صرف خوردن دارو درست نمیشه. بعدم دارو رو شما نمیتونید قطع و وصل کنید، نظر دکترتون باشه بگه کم کنید، قطع کنید، داروی دیگه بده، بعد ولی خودتون که نمیتونید سر خود برای خودتون دکتر بشید. نه سر خود نه، تا این مرور زمان کمش میکنم، بعد قطع میشه، بعد یه مدت خوبه، ولی انگار میشه مثلا نه 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 صبر کنید، صبر کنید، نه نه صبر کنید، صبر کنید. ببینید باز یواشکی شروعش کردید، ببینید همینجا گرفتاری استراب و افسردگی، دکترتون به شما میگه ذره ذره کمش کنید، قطعش کنید، معرفی نداره، خودتون که نمیتونید تصمیم بگیرید عزیز. آخ شما کی هستید قربونه؟ نه نه دکتر بهم گفته. خیلی خوب، به دکتر تو میگفتید حالا بد شده، مطمئنم دکتر تو میگفت دوباره شروع کن بخور. دقیقاً درسته همینطور. خیلی خوب. حالا بنابراین پس شما دلتون میخواد این دارو رو نخورید، گزارش دقیق و درست رو نمیدید. چون ببینید من اینجا یه مسئولیتی در مقابل شنوندگان دارم. ما قرار نیست برای خودمون دارو تجویز کنیم، ما قرار نیست برای خودمون کم و زیادش کنیم. ما اگر حرفی داریم، اعتراضی داریم، شکایتی داریم که بسیار موجه و درسته، گفتنش حتما اون رو به دکترمون بگیم و اون رو مطلع بکنیم، تصمیم رو به خانم یا آقای دکتری که مسئولیت کار ما رو داره رو بدن. ولی خودمون نه دروغ بگیم، نه گزارش وارونه بدیم، برای که فکر میکنیم یه چیزی درسته و از اون مسیر حرکت کنیم. عزیز شما بدون دارو نمیتونید حرکت کنید. این درست بس که بگیم من میخوام تون برم ولی میخوام خودم دونده باشم، نه شما میتونید بدوید با یه سرعتی، ولی بعد از اون برای تون رفتن احتیاج به اتومبیل دارید. بعد آقای دکتر من یه سوال دیگه داشتم. من همیشه احساس عذاب وجدان می‌کنم نسبت به خانواده‌ام. خب همیشه فکر می‌کنم که مثلا واسه شون کم کردم، یا مثلا بچه خوبی نبودم، یا خب نبودید که نبودید، تو ایران اونا ناراحتن، من روزها و ساعت‌ها فکرم در این میشه که کاش که بتونم کاری بازشون. خب پاشو برو کار بکن. به تو چه مربوطه؟ یک، مگر بچه ها مسئول درد و رنج پدر و مادرن؟ دو، مگر بچه ها برای پدر و مادر کاری میتونن بکنن؟ سه، اگر از پدر و مادرمون بپرسیم که شما راحتی و آسایش و شادی و لذت ما رو میخواید یا غم و دردمون رو، به ما نمیگن ما شادی و لذت میخواید. پس ببین عزیز، تو یه ذهن گیر و گرفتاری داری که به خودت اجازه میدی یه فکرای باطل بکنی، یه فکرای بد و غلط بکنی که نه با مهربونی سازگاره. عذاب وجدان برای چی؟ عذاب وجدان وقتی است که من یک کاری رو که گناه یا جرمه یا خیلی بده و مخالف اصول اخلاقی است، برای منافع شخصی خودم علیه دیگری استفاده میکنم. اینکه من در خودکشی کردم، بعد مثلا پدر مادرم خیلی ضربه دیدن بعد از اون قضیه، مثلا خیلی احساس بدی دارم. خیلی خوب، کار بدی کردی، احساس بدی داری داشته باش. باز همینجا واقعیت همینه، من کار بدی کردم، باید احساس بدی داشته باشم. ناراحتی ناراحت باش، من بحثی با تو در این زمینه ندارم. حالا من بگو تو چه سنی خودکشی کردی؟ تو سن 21 سالگی بود. چرا؟ برای چی خودکشی کردی؟ زندگی خسته شده بودم، احساس میکردم که فایده‌ای ندارم یا اصلا مهم نیستم واسه کسی. خب نباش، زندگیم بیهوده است.
نه سب کن اصلا کی گفته که ما باید مهم باشیم برای کسی و بعدا فایده ای باید داشته باشیم؟ کجا نوشتن؟ شما در کدام باور مذهبیتون در کتاب آسمانتون خوندید که انسان باید مهم باشد؟ آخه عزیز، تو یه مقدار باورهایی برای خودت علم کردی. علت چم این است که متاسفانه فاصله سنید، اگه شما نکنم با برادر زیاد 5 ساله، دوم مسئولیت او رو داشتی، تمام فکر دختر باهوشی هستی، ولی تا دلت بخواد آشغال ریختی تو مغزت و در نتیجه برای خودت یه جهانی ساختی که اصلا نیست. چرا به تو میگم روانشناس؟ با یه روانشناس میخوای که محکم جلوت بیسته و اجازه بده نده این پرت و پلا رو سر هم کنی که من مهم نیستم. خب نباش، چه بهتر، مفیدم نیستم. برای در بچگی کاری کردم. قوانین کشورهایی که این همه به ظلم و زور عمل میکنن بچه رو محکوم نمیکنن به خاطر حتی آدم کشته وقتی 5 سالش یا 10 سالشه. تو یه دفعه از راه رسیدی تبدیل شدی به کسی که نه تنها مجرمی، نه تنها گناهکاری، محکومی. آخه این از کجا در اومده؟ بعدم من قراره برای اونا مفید باشم؟ چی همچین حرفی زده؟ پدر مادر بی خود میکنن بچه میارن که بعدا برشون مفید باشه. ای تو بچه آوردی، بچه تو در مقابل تو مسئولیتی داره که مواظب مادرش باشه. آخه اینا تو کدام قاموس، کدام کتاب، چه اصل اخلاقی و انسانی عزیز؟ تو چیزایی برای خودت درست کردی. اونا از من انتظار ندارن که مراقبشون باشه. من خودم این حس رو دارم. حالا من بلند شدم اومدم جایی دیگه، پیش اونا نیستم، اونا رو هم پیر میشن، من نمیبینم پیر ایشون. خب بشه، هیچ رو نمیشه. آدم که قرار نیست کنار عزیزانش بشینه تا پیر بشن بعدن بمیرن. اینم از اون مسخره بازی هاست که حتی ما میخوایم ببینیم آدم ها رو. من بارها این مسئله رو داشتم عزیزم. شما عزیزتون در ایرانم، متوجه هستم، میدونم خیلی هم این حرف من رو دوست ندارن و درست نمیدونن نداشته باشن. عزیزتون در حال مرگ، شما مسائل مشکلات دارید، زندگیتون اینجا به هم بسید، برید اونجا که او رو در شرایط سخت و بد ببینید. بعد دیدمش. خب شما 6 ماه قبلم دیده بودیدش. 5 سال که گذشت چه فرقی میکنه که 5 سال قبل دیدید یا 5 سال 6 ماه؟ 30 سال بعد چه فرقی میکنه که یه آدمی رو شما 30 سال قبل دیدید یا 31 سال؟ آخه اینا یه مسخره بازی های فرهنگی عزیز. شما من میگید من میخوام کنار عزیزانم باشم. بله، ما کنار عزیزانم هستیم برای که خوبند، برای که خوبیم، برای که مفیده، برای که فایده داره، برای که ارزش داره. من پاشم برم اونجا پیرشون رو ببینم. بله معلومه پدر و مادر میمیرن. همینجا دقیقاً باز مسئله شماست عزیز. شما 5 برابر بیشتر رنج میبرید اگر پدر و مادرتون حالا بعد از 120 سال آنگونه که میگیم فوت کنن. بلکه شما یه جوری تای وجودتون خواستید اونا بمیرن در کودکیتون و فکر کنید مسئول شمایید. اصلا استراب عصبی یعنی چی عزیز؟ استراب عصبی یعنی من وقتی 3 سالم بود، 4 سالم بود، 5 سالم بود، یکی کسی که عزیز من بود سبب ناراحتی من میشد و من در اون سن مکانیزم دفاعی بهم میگفت انشالله بمیرن من خلاص شم، برای که میخوام از شرشون خلاص شم، برای که اونا هستن که این درد و رنج رو به من میارن. این وضعیت تو وجود من میگیره میشینه. برام میاد اگر من 40 سالم باشه، مادرم از دست بدم، پدرم از دست بدم، بلافاصله با این موضوع روبرو میشم که من موجب مرگ اونا شدم و من گناهکارم. بعد میگم که دلم میخواد اونجا باشم. خب اونا پیر میشن، خب بشن. ما قرار قاعده طبیعت رو عوض کنیم. مسئله این است که صلاح شما این بوده که برید یه جای دیگه اگر بوده اومدید. دوم اونا دوست داشتن که شما برید دنبال کار زندگی خودتون که آمدید. چرا گناه کارید؟ چرا احساس گناه میکنید؟ بنابراین شما گرفتید نشستید یه دنیایی رو برای خود ساختی عزیز که نه اخلاقی است، نه واقعی است، نه عقلی است، نه علمی است. یک دنیای هپل هیپو از این بقری برای خود درست کردی و یه مقدار بازوی از این قبیل در آوردی. و به همین جهته که امروز وقتی که 100 نفر مشکل استراب دارن، افسردگی دارن، وسواس دارن، خشم دارن، که تو الان گیرش هستی، شرم و خجالت دارن، گناه دارن، 100 نفر 95 تاشون فکرشون، باورهاشون، اعتقاداتشون، نظرشون غلطه. و به همین جهت که کاگنیتیو تراپی میان میگه خانم و آقای عزیز این افکار، این استدلالا غلطه، ضد اخلاقه، ضد انسانیته، این حرفا نشانه بیماریه، این باورها غلطه. و تو محکم پاش ایستادی برای خودت چپ و راست داستان درست میکنی.
گفتم دیروزم شنونده عزیز رو خط آمدن همین مسئله رو با مرگ پدرشون و نگرانی برای مرگ مادرشون داشتن. این بار گفتار گور رو من میگذارم شما روز شنبه شنبه بشنوید یا میتونید برید توی اپ رادیو همراه اون رو بشنویدش. عزیز من با این افکار غلط که نمیشه زندگی کرد. من خودم رو مسئول یه چیزایی بدونم. من اصلا چی کاره هستم؟ من کی هستم؟ حالا اگر حرف دیگری داری باید روی خط باشی، ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. هر جور میده تو عزیز. میمونم. آخرین چیزی که میگم بعد دیگه قطع میکنم. من یه مشکل دیگه هم که دارم، من هر روز باید با مامانم اینا صحبت کنم. یعنی اگه یه روز این کار نکنم همش میترسم که نکنه یه اتفاق واسهشون افتاده باشه که من خبر نداشته باشم. حالا شما چیکاره این؟ همینجا بیست. شما خود چیکار کنی؟ عزیزم من روزی باید خبر داشته باشم که دکتر متخصص اتاق عملم یا متخصص امرجنسی هم و میخوام اگر برای فرزندم اتفاقی افتاد حتما اونجا باشم که کمکش کنم و الا از دست میره. شما یک کشوری نشستید نمیدونم کجا، مادر و پدر شما در ایرانن، حالا مریض شدن یا حالشون بده، شما این خبر نداشته باشید یا داشته باشید چی کار برای اونا میکنید؟ مسئله این نیست. از خب برید پیششون که چی کنید؟ خبر میشید فردا، خبر میشید برید پیششون چه کاره اید؟ شما چه فرقی میکنه؟ عزیز من شما یه دنیای ساختید غیر واقعی. اسم این اعتیاده، اسم این وسواس و ابسشنه. شما معتادید، شما از این طریق میخواید خودتون آروم کنید، شما از این طریق میخواید احساس بد گناهتون که اصلا گناهکار نیستید، احساس غلط بد گناهتون که ابدا گناهکار نیستید رو یه جوری جبران کنید. و الا اصلا این تلفن‌های دائمی، این دلتنگی ها که بیماری عزیز در این حد و بعدم بیفایده. آخه من چیه میخوام بدونم؟ من بچه هم توی شهر لس آنجلس زندگی میکنن، زمانی که کوچک بودن میتونستن با دوستاشون برن بیرون شب هر وقت خواستن بیان، یک شرط و فقط یک شرط بود، منو بیدار نکنن، یواش بیان برن بخوابن. من نگران چی باید باشم؟ بچه های خوبی هستن، دوستای خوبی دارن، جای خوبی میرن، کارهای خوبی میکنن، خطری ندارن. بله خطر اتفاقی که همیشه میتونه بیفته. بله حالا تازه من بدونم ساعت 6 بدونم یا 6 و 10 دقیقه بدونم، اصلا ساعت 8 بدونم، من میتونم چیکار کنم؟ اگه اتفاقی افتاده که کسانی که دور بر هستن یه کاری باید براشون بکنن. الان یه تصادفی بشه پدر مادر احتیاجه، یا اولین فرصت آدما رو میرسونن به بیمارستان، دکترم صرف نظر از این که اصلا چه شرایط و وضعیتی دارن، کی هستند و چی هستند، بهشون مانند فرزند خودش میرسه. خب احتیاج به این است که من اونجا باشم که چی کار کنم؟ تو سرم بزنم؟ شما هرگز به این افکارتون فکر کردید که چی میگی؟ که اونجا باشم ای حالشون بده برم که چی برم؟ چون یه فرضی دارید که دارن میمیرن، پس باید برم قبل از مرگشون اونجا باشم که چی بشه؟ شما فقط من آروم میکنی، چیکاری از من وقتی که هروئین میزنم آروم میشم، من وقتی سر یه نفر میبرم آروم میشم. این شد استدلال؟ شما یک کسی رو کتک بزنید آروم میشید، شما شیشه ها رو بشکنید آروم میشید، شما مواد مخدر مصرف کنید آروم میشید؟ شما برای خود یه دنیای ساختی بسیار غلط و بد عزیز، برای خودت یه چیزایی رو سرهم کردی، یه جانی ساختی که نیست. آروم میشه ملاک؟ آرامشه. خب بی خود نگرانی. بحث من در بانی که تو برای چی نگرانی؟ نمیدونم از کجا میاد. از دقیقا میاد، از دقیقا از افکار و خیالات باطل توی که در مقابلش نایستادی و تازه استدلال کردی اونا رو یه جوری مثل یه گیاهی که باید آب داد و کود داد رشد دادی. من اولا به تو گفتم تو برای خودت یه داستان همینجوری سرهم میکنی، همه چیزها رو هم یه جوری به هم وصل میکنی، آخر کارم یه جوری عمل میکنی گویی تو خدایی که علت همه چیزهایی، مسئول همه چیزهایی، همه کارها رو هم میتونی درست کنی. این احساس گناه تو ما رو به یه چیز دیگه میرسونه که بین 3 تا 6 سالگیه که بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی گناه مسموم، یعنی یه احساس ناآگاه توانایی در حالی که اصلا ما توانا نیستیم. یعنی من ناتوان فکر میکنم از عهده مثلا حل مسائل دنیا برمیام.
این تو آدما در یه سطحی تبدیل میشه به اون باورهایی که در چارچوب رهبری دارن. تو سطح آدم عادی و معمولی درباره زندگیش راجبه فرزندانش، عزیزانش، خانواده‌اش، حالا یه ذره میره همشهریاش، بعد ممکنه بره هموطناش. عزیز من، تو احتیاج به کسی داری که این باورها، این احساسات بد و غلط و منفی تو رو درست کنه، و الا این باورها، این احساسهای بد و غلط و منفی همیشه موجب حال بد تو میشه. تو زندگی رو همیشه برای خودت خراب میکنی. تازه اون زمانی که خیلی همه چیز خوبه، تازه بیشتر تو نگرانی. آره، تو اونجا بیشتر خراب شه. خب معلومه. بنابراین تازه وقتی چیزا خیلی خوبن، تازه حال تو بدتره. خب این چه زندگیه؟ این چه نگاهیست به دنیا؟ چرا بقیه نیستن عزیز؟ من یه آدمی هستم که تو زندگیم اون استراب و استرس رو ندارم، برای که با چهار تا اصل دیگه که چهار تا پی هست آدم رو باید کار کنه. اولیش پردیکته، پیشبینیه. بعدش پریونته، پیشگیریه. بعدم پرپیره، آمادگیه. بعدم پروگرام، برنامه ریزی. روزی که آدم پیشبینی میکنه، پیشگیری میکنه، خودشو آماده میکنه، برنامه میریزه، با این چهار تا پی زندگی میکنه. علاوه ما تو دنیایی هستیم که اسمش گشتن دنیای کون و فساد، به وجود میاره و از بین میبره. هر چی درست شده از هم پاشیده میشه. یه قاعده فیزیک انتروپی هم هست. حالا خب منم میمیرم، پدر مادر منم مردن، یه روزی همه ای کسانی که الان در جان هستن 150 سال دیگه یکشون هم زنده نیستن. حالا میخوای تو چیکار کنی؟ آدم بعد برگرده بگه من مرگ برام اینقدر مهمه؟ مرگ اگر اینقدر مهمه، پس منو به زندگی هم مهمه، ولی تو نمیخوای زندگی کنی. همونطور که دست به خودکشی زدی، تا روزی که دست به خودکشی زدی گفتی چی؟ گفتی یه زندگی که خوبه برای من خوب نیست. خب چه اهمیت داره این زندگی بد؟ برای چی میخوای بمیری؟ مرگ وقتی است که آدم بگه زندگی خوبه، اون موقع است که مطرح میشه. تو که اصلا برای زندگی خوب نیست. بنابراین احتیاج به کمک دارویی داری عزیز. تنها مسئله تو استراب نیست، بیش از اونه. افکار غلط و افکار باطل تو، البته فکر واقعا نیستن، اینا خیالاتن، باوران، اعتقادان، و همیشه موجب گرفتاری است، همیشه. و به همین جاست که یه مقدار بیشتر تو این زمین ها بخون، بدون، با خودت حرف بزن، جلو آینه بشین، جلو خودتو برای این پرت و پلاها بگیر. و این همین گفتگوی ساده ای که من و تو با هم داشتیم رو چند بار بشنو، برای که تو 5-6 تا استدلال کردی که همش به نظر خودت درست و خوبه، حتی نشوندنه وای چه دختر خوبی هستی، چه فرزند خوبی هستی، چه انسان خوبی هستی. نیستی. اینا مال آدم خوب نیست. نه خیر، نه بفر ناراحتم. نه بی خود کردی. ناراحت که ناراحتی، نه بدی که بدی. ببین باز تمام حق بازی های دنیا رو داری. آخه اشکال کار اینه که تو دقیقا باور دینه که اگر من نگران پدر مادرم باشم دختر خوبیم. پنهان نکن عزیز. اگر به مردم بگم من شب خوابم نبرد به خاطر مادرم، میگن وای چه دختری. وقتی برگردن بگن مادرش یا پدرش مریض، این دختر اصلا میره دنبال خوشگذرونیش، بگیم وای چه دختر بدیه. اینا رو باور داری عزیزم؟ به کی داری دروغ میگی؟ نه اتفاقا نمیخوام، چون با همسرم خیلی روابط من و پدر مادرم حساس شده و میگه خیلی وابستگی مثلا پدرش شدیده، من نمیخوام اینا رو به کسی بگم. خب همش تو ذهن خودم و مجبورم خودم تنهایی باشون کنار میام. برای اینکه عزیز من تنهایی باشون کنار بیای با حال بد که آدم کنار نیاد فکر کنه خوبی میخوای نگرش داری. همسرت هم به عنوان کسی که در مقابل تو اینجوری فکر میکنه، این مادرت بود که اینجوری میتونست فکر نکنه. اون فکر میکنه یک کار تو غلطه، دو حال تو بده، سه زندگیتون رو خراب میکنه. با اون مسئله داره. ولی برو بچسب به مادرت، اصلا صبح تو غروب تو بغل مادرت بخواب، همسرت چرا ناراحت بشه؟ همسر تو فکر کنه تو با این افکار خودتو اذیت میکنی، تو با این افکار او رو اذیت میکنی، تو با این افکار زندگیتون رو خراب میکنی. اون مخالفتش با اینه، ولی من چه فشار ناراحتی دارم از اینکه بچه مادرش رو دوست داره، دوست داره، میخواد تو بغل آغوش او باشه. خب باشه، مهم اینه که به زندگیش برسه، مهم اینه که بره مدرسهش، مهم بره سر کارش. ولی کی مخالف اینه که پسری دختری در آغوش پدر یا مادرش باشه؟ دیگه از این بهتر چی؟ ولی همچین دنیایی ما نداریم.
ما هم چی دنیای درست نکردیم که بیایم پدر مادرمون رو بیاریم اینجوری بچسبیم، همون با هم میمیریم. من همیشه گفتم مادر وقتی که بچه به این دنیا میاد با بیرحمی تمام، موجودی که ابدا توان زندگی نداره، بند نافش رو که تنها راه زنده موندنش رو قطع میکنه، ولی با این کار به خودش و به بچه زندگی میده. اساس خلقت در این عزیز که من به صورت مستقل و آزاد مسئول خودمم، تا همه اون بتونیم با هم یه مسئولیت مشترک رو پیدا کنیم. ولی تو اصلا اینجوری فکر نمی کنی. من صبح تا غروب نشستم خودم رو ناراحت میکنم، خودم رو اذیت میکنم، از پا میندازم، تو دو تا بچه به این دنیا بیاری، دو تا بچه دیوونه تحویل میدی. خب که چی؟ نگران هستی که مادر و پدر در ایران پیر بشن و بمیرن. خب حتما پیر میشن، حتما یه روزی میمیرن، حالا بعد از 100 سال. این چیزی نیست که آدم بخواد به جنگش بره، بره بالای سرشون بیسته که مانع مرگشون نمیشه یا مانع پیر شدنشون نمیشه عزیز. یعنی یه سری افکاری رو تو ذهنمون ما ساختیم و همه یه جوری تاییدش کردن و یه جوری هم گفتن وای چقدر خوبه، ما کم کم باورمون شده. و یه کسی باید بگه اصلا اینا، گفتم، نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه واقعیه، نه عقلیه، نه علمیه، نه نشانه محبته، نه نشانه عشقه، نه نشانه دوستیه، نشانه وحشته، نشانه تنفره، نشانه خشمه. به همین جاست که اون چیزی که تو داری اسمش از استراب عصبی، اون چیزی که تو داری مهر و کین با همه، love hate relation عزیز. چرا باید تو وجود تو تنفر باشه؟ چرا باید هر وقت که کسی یه چیزش میشه فکر کنی مرده؟ یا کسی داره میره شاید دیگه بر نگرده، شاید دیگه نبینیش. خب نبینیش. این ماجرا رو اینقدر بزرگ کردن و ازش داستان ساختن کاملا نشون دهنده یه آدم گرفتار بیماری است که یه تار عنکبوتی برای خودش درست کرده، توی اون تنیده و فکر کنه همه دنیا همینه. به همین جاست که حرف من این است که بچه روزی که برای اولین بار به این دنیا میاد، تمام مدت پدر مادر باید حلش بدن که بره خوب و خوش زندگی کنه. بچه بین 8 تا 12 سالگی باید به دو تا نتیجه برسه. به دو تا نتیجه. یک، من بدون پدر و مادرم زنده‌ام. دو، بدون پدر مادرم خوشم و از زندگیم لذت میبرم. هر وقت به این رسید سالمه. خب معلومه، برای که پدر مادر تو بلد نبودن و اشتباه کردن، برای که پشت رفتن سر کار. پدر و مادر قراره به بچه بین 8 تا 12 سالگی بند ناف روانیشو ببرن، دو تا واقعیت رو تو وجودش بنشونن که احساسش و اعتقادش با تمام وجودش اینه بگه: یک، من بدون پدر و مادرم زنده‌ام، من نمیمیرم. دو، من بدون پدر و مادرم از زندگیم لذت میبرم و خوشم. هر پدر و مادری که یه چنین چیزی رو در وجود بچه بکارن، پدر و مادر خوبی هن، مهربانی هن، دانایی هن، به بچه کمک کردن. همیشه رو میگن ولی گفتنشون باز داری دفاع میکنن. عزیز من چه دفاعی داری باز میکنی؟ الان اونا بی خود میگن. اونا اگر مادر شما میگن پیام منه براشون مفسد به چوب میگن از این بعد فقط 10 روز یه رفع داری تلفن کن، 2 هفته اگه فرق داری تلفن کنی، من جواب تو در ایران نمیدم. نگران میشم. پس حق بازیه. من میگم پدر و مادر تو واقعا پدر و مادر خوبی هستن که نیستن، برای که تو رو گذاشتن مسئولیت بچه کوچیک گذاشتن رو دوش تو. الان هم پدر و مادر خوبی هستن، حرفشون است که ما 2 هفته یه دفعه با تو حرف میزنیم. درباره بدبختی و بیچارگی به تو هیچی نمیگم. پدر و مادر خوب یعنی این، نه پدر مادری که یه جوری بچه رو تشویق کنن، تایید کنن، به اینو میگن با یه دختری دارم رفته هر روز زنگ میزنه، ای نزنه من ناراحتم، این نزنه خودش ناراحته، وای ما یه کسایی هستی مثلا که مادر و دختر شما تو دنیا ندیدی. عزیزم اینا همه دروغه، اینا فریبه، اینا ناشی از محبت نیست، اینا ناشی از وحشته. اینا ناشی از محبت نیست، اینا ناشی از وحشته. بنابراین حرفای من یکی دو دفعه بشنو، برای پدر مادر عزیزتم بفرست، بذار همسرتم بشنون، بیرون بیا عزیز. من افرادی مانند تو رو تو کار روان درمانی و تراپی داشتم و بعد از یه مدت تلفن فرشون آزاد شدم. اخلاق، انسانیت، مهربانی، محبت، خوبی به این نوع زندگی که تو میکنی هیچ ارتباطی نداره. متاسفانه خیلی ها فکر میکنن این یعنی دختر خوب، این یعنی دختر که علاقه من به پدر و مادره. نه، نیست. اینا دروغه، اینا فریبه.
اینا از دل تاریک تاریخ، از یه مقدار مردمان جاهل وحشت زده بیمار خودخواه آمده. من باید تمام شادی و لذتم در این باشه که فرزندانم خوب و سالمند و بهشون خوش میگذره، صدای خنده شون بلنده، از زندگیشون لذت میبرن. نه اینکه خوشحالی من این باشه که بچه های من همینجوری نگران منن، هر روز تلفن میکنن، میخوان بیان پلوی من، کار و زندگیشون رو ول کنن، شاهد گذران دوران پیری و مرگ من باشن. اونا آقای دکتر اصلا همین حرفی نمیزنن. اونا همیشه میگن که ما شادی تو رو میخوایم، اصلا نمیخواد بیای پیش ما به زندگی برس این حرفا. اینا همش تو ذهن من، اصلا اونا همچه حرفایی نمیزنن. نمیرن به کسی میگن دخترم آقا زنگ میزنه یا نمیزنن. منو گولم نزن. همین الان مشخصون به پدر و مادر بگو من دو هفته یه دفعه زنگ میزنم. اونا خودشون هم استراب دارن آقای دکتر. خب به حق بازی تو رو ببین، تو اصلا ممکنه پاسخ ندی؟ استراب دارن که دارن برن دکتر. به تو چه؟ ببین عزیز من، تو از یه طرف برمیگردی میگی اونا خوبن، به من میگن کاری به کار ما نداشته باش، من از جانب دیگه دارم به تو نسخهشو میدم. تو به پدر مادرت میگی و به پدر مادرت دو هفته رفته با هم تلفنی حرف میزنی. یه دفعه بعد اونا هم استراب دارن، پس تو به خاطر رفع استراب اونا این کارو میکنی. پس دروغی که ما تو رو آزاد گذاشتیم، به ما کاری نداشته باش، به زندگیت برس. من که راحت نمی کنم عزیز، من که از این آدم ها نیستم که بخوام تو خوشحال بشی و راضی بشی. باید شکست این باورهای غلط بسیار بی جایی که پا بر جا در زندگی ما نشستن. دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبی، و این حرفایی که تو میزنی اوج وابستگی و مهرطلبیه، از جانب اونا و از جانب تو. تمومش کن عزیز. یه دفعه دیگه این جمله رو میگم، برام مهمه. نه اخلاقی است، نه انسانی است، نه نشانه محبته، نه نشانه انصاف و عدالت، نه نشانه خوبیه. اینا نشانه نادانی، خودخواهی، بیماری و اساسش بر وحشت و تنفره. مواظب خودت باش. بله دکتر، مرسی از وقتی گذاشتید. خدا نگهدار.